یک سال از روزی که چین اولین مرگ بر اثر ابتلا به کرونا رو تایید کرد میگذره. حالا 1,900,000 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در جهان درگذشتند و بعد از مدت‌ها کشمکش چین بالاخره به گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اجازه داده به ووهان برن و درباره منشأ ویروس کرونا تحقیق کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. یک سال بعد از آنکه اولین مرگ بر اثر کرونا در چین گزارش شد، اینجا بازارهای خیس ووهان بسته هستند. اما منشأ ویروس کرونا هنوز هم معماست. دلیل آن هم پنهانکاری حکومت چین. پکن بارها درباره آمار ابتلا به کرونا و مرگ بر اثر آن روایت‌های ضد و نقیض داده. مقام‌های شهر ووهان هم ابتدا تلاش کردند شیوع کرونا را مخفی کنند و هفته‌ها انتقال آن از انسان به انسان دیگر را رد کردند. چین حتی ماه‌ها اجازه نداد نمایندگان سازمان بهداشت جهانی به این کشور بروند، اما بالاخره یک گروه همین پنجشنبه وارد ووهان خواهند شد. بعد از مذاکره دو طرف، دولت چین قبول کرد که گروهی از متخصصان بین المللی سازمان بهداشت جهانی روز 14 ژانویه به این کشور بیایند و با دانشمندان چینی و متخصصان پزشکی بر روی پژوهش درباره منشأ ویروس کرونا همکاری کنند. اینجا در شمال استان هوبی در چین بار دیگر موارد ابتلا به کرونا بیشتر شده. هفته گذشته 200 مورد گزارش شد. صف آزمایش کرونا حالا دوباره طولانی شده. پلیس ورودی‌های شهر را مهار می‌کند و تنها ماشین‌های حامل کالاهای ضروری حق ورود و خروج دارند. در بریتانیا، بدترین کشور اروپایی از نظر ابتلا به کرونا، موارد ابتلا از 3 میلیون نفر گذشته. از امروز 7 مرکز بزرگ واکسیناسیون در سراسر انگلیس افتتاح شده. قرار است هزاران نفر در هفته واکسن بزنند. دولت بریتانیا امیدوار است تا میانه ماه آینده 12 میلیون نفر واکسن زده باشند. در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم اعلام کرده رفت و آمدهای غیر ضروری در مناطقی که شیوع کرونا زیاد است در سراسر آلمان ممنوع خواهد شد. در مارسی فرانسه، مقررات منع عبور و مرور در شبها اعلام شده. دولت فرانسه گفته مواردی از ویروس جهش یافته کرونا که اولین بار در بریتانیا کشف شد در این کشور دیده شده. در ژاپن آمار ابتلا به کرونا هر روز بالاتر می رود. در توکیو هفته گذشته شرایط اضطراری اعلام شد. اوزاکا و کیوتو هم به زودی در وضعیت اضطراری قرار خواهند گرفت. المپیک ژاپن که به دلیل شیوع کرونا در جهان به تابستان امسال موکول شده بود، حالا برای بسیاری از ژاپنی‌ها نگران کننده شده. بیشتر مردم خواهان تعویق دوباره آن هستند. ناراندا مودی، نخست وزیر هند، میگوید قصد دارد تا تابستان 300 میلیون نفر را در این کشور واکسینه کند، اما هنوز مشخص نیست روند واکسیناسیون در سراسر جهان آنطور که وعده داده شده انجام شود یا نه.